خانم مریم رجوی اگر رژیم جلادان در موضوع آرمیتای شانزده ساله در حالت کما آن هم پس از برخورد با او در مترو به بهانه بدهجابی چیز پنهان کردنی و ریگی به کفش ندارد چرا بیمارستان را محاصره کرده و مانع حضور خبرنگاران مستقل می شود؟ خانم مریم رجوی از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان خواست بلادرنگ جویای وضعیت آرمیتا شود و تا دیر نشده نماینده برای رویت دختر مظلوم و بیگناه و تحقیق پیرامون وضعیت او بفرستد. ادامه اقدامات امنیتی رژیم در محل بستری شدن آرمیتا بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، معموران سرکوبگر رژیم از ورود خبرنگاران و بستگان آرمیتا به بیمارستان جلوگیری می کنند. در همین حال، کاربران شبکه های اجتماعی با چاپ عکسی از سر پانسمان شده آرمیتا گراوند اعلام پایین آمدن فشار خون به عنوان علت بیهوشی او را به تمسخر گرفتند. حکومت آخوندی همچنین از انتشار فیلم داخل مترو و لحظه حادثه ممانعت کرده و تنها بخشی از فیلم بعد از بیهوشی را نشان داده است. یک خبرنگار نوشت به جای نشر این همه سناریوی عجیب و متناقض فیلم کامل ورودی ایستگاه مترو و داخل واگن را منتشر کنید. یک رسانی رژیم نیز در جنگ گرگ ها نوشت کمتر از دو ماه بعد از اینکه خبر رسید شهرداری تهران 400 نفر را به عنوان هجاببان با حقوق ماهی 12 میلیون تومان استخدام می کند تا در مترو تذکر هجاب دهند یک دختر نوجوان در مسیر مدرسه با علائم بیهوشی از مترو به بیمارستان فجر نیرو هوایی تهران منتقل شد. این رسانه حکومتی نیز از آن کرد که آن میتا گراوند دختر 16 ساله از دو روز پیش به حالت کما رفته و در بیمارستان فجر نیرو هوایی تهران تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد حالا پدر و مادرش را مقابل دوربین آوردند آنا لینا بربوک وزیر خارجه آلمان در توییتی نوشت بار دیگر یک زن جوان در ایران برای جانش می جنگد. این غیر قابل تحمل است. جای والدین آن می تاگر جلوی دوربین ها نیست بلکه باید حق آن را داشته باشند که بر بالین دخترشان باشند.